عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیزم در چنل یوتیوب خارخونه. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. دوستان عزیزم، همون جوری که قول داده بودم خدمتون، قرار شد که یک مبحث رو داشته باشیم در مورد استفاده از لیکاپون و اینکه ما در صنعت گل و گیاه از لیکاپون چه استفاده میکنیم. بهتون هم گفته بودم که کمتر کسی در مورد لیکاپون واقعا صحبت کرده و از اون در گل و گیاه استفاده کرده. خواهش میکنم ازتون حتما تا آخر این کلیپ رو ببینید، به خاطر اینکه یه شگرد بسیار بسیار عالی ما داریم برای استفاده از لیکاپون که به درد خیلی از دوستانی میخوره که گل و گیاهانی رو دارن توی خونه، بعد از نگهداری مثلا یک ساله دو ساله، بذارید من مثالش رو هم اینجا خدمتتون نشون بدم، مثل این نمونه کاکتوس یا مثل این نمونه کاکتوس یا مثل یوکا، بعد از اینکه اینا به یک سن به یک رشد قدی میرسه، همه تولید کننده ها و دوستان عزیز توی خونه با مشکل افتادگی این گیاهان مواجه میشن. دقت کردید؟ یعنی اینکه میان میگن که حالا اینکه انقدر بزرگ شده، قد کشیده اومده بالا، ما هر چقدر هم که بخوایم گلدون رو عوض بکنیم باز هم این کج در میاد، یا مجبورن مثلا یک قیم رو کنار این بذارن که این قیمه حقیقتا باعث میشه که این هارمونی گیاه رو زشت بکنه و اصلا به دکوراسیونتون نخوره. یا مثلا ببینین این نمونه رو، اجازه بدین اصلا من این رو شروع بکنم برای تعویض کردنش و استفاده از لیکاپون. ببینین این نمونه هم همینجوری شروع میکنه قد میکشه. خب اگر این بخواد این به این صورت قد بکشه بیاد بالا و بعد قسمت ریشه پایین اون و ساقه اون کم باشه و نتونه خودش رو در گلدون نگه داره، قطعا باعث افتادگی و باعث به هم ریختگی این گیاه میشه. اجازه بدید من نمونه بزرگ این رو اینجا هست خدمتتون نشون بدم. ببینید، نمیدونم توی کلیپ قشنگ مشخص هست یا نه. الان آقا محمد مشخصه؟ ببینید، این دقیقا نمونه همین کاکتوسی هست که میبینید چقدر قشنگ ما داریم روش کار میکنیم و این همین جوری داره راستا داره قد میکشه و بلند میشه. پس بنابراین ما میخوایم یاد بگیریم که چجوری از لیکاپون استفاده بکنیم که این کاکتوس به این کوچیکی رو باز هم با همون ساختار خوشگل و زیبا شروع بکنیم پرورش بدیم. خب بریم سراغ کارمون، استفاده از لیکاپون. ببینید دوستان، من میخوام بیام شروع بکنم سایز گلدونم رو عوض بکنم، چون دیگه این گلدون برای این گیاه کوچیک شده و نیاز هست که دو سایز اون رو تغییر بدم. وقتی که من گیاهم رو از داخل خاک در میارم، ببینید یه قسمتی رو داریم که قسمت داغیه دیگه، یعنی دقیق مشخص میکنه که این کاکتوس تا این قسمت توی خاک گلدون قرار داشت. خب حالا ریز نکته و فن و فوت کوزیگری که ما میخوایم با لیکاپون انجام بدیم چی هستش؟ زمانی که میخوام تعویض گلدون رو انجام بدم، اگر قراره که بیام باز تا همین اندازه داخل گلدون قرار بدم، خب این باز بزرگتر میشه و همینجوری استواریش کمتر میشه. متوجه شدید؟ ولی میخوام چیکار بکنم؟ میخوام بیام یه قسمت بیشتر از این ساقه رو توی خاک قرار بدم. اما نکته مهم اینجاست. نکته مهم چیه؟ وقتی که ما بخوایم بیایم این رو توی اون خاک یا بسترمون، حالا میخواد خاک معمولی باغچه باشه، میخواد پیتماس باشه، میخواد کوکوپیت باشه، هر بستری که میخواد باشه، اگر بیام این رو همین جوری بذارم توی گلدونم و کلن شروع بکنم خاک گلدونم رو پر بکنم، قطعا با اولین نه دومین آبیاری این قسمت تازه که هنوز بافتش یه بافت آبکیه، برای همه گیاهان بافت آبکی هستش، خب این منجر میشه که قارچی بشه، ژله‌ای بشه و از بین بره. دقت کردی؟ پس باید چیکار بکنیم؟ ما
من خاکم رو هم همزمان هم درست بکنم هم توضیح بدم خدمتون. میایم چیکار میکنیم؟ میایم از لیکاپون استفاده میکنیم. یعنی فلسفه لیکاپون برای ما این هستش که به خاطر اینی که آب رو خیلی راحت از خودش رد میکنه. اجازه بدید من خاک رو بریزم. یه اندازه تقریبی هم از قبل من داشتم دیگه، ببینید تا این قسمت داغی، حالا این قسمت خار هم اتفاقا جای دقیقی هستش که دیگه به ما نشون میده تا کجا رو میخوام قرار بدم. ببینید قسمت پایین تا جایی که داغی هست خاک ریخته میشه، میبینی؟ تا جایی که استاندارد خود گیاه بود رو من خاک ریختم، حالا میام از اینجا من بعدش رو لیکاپون میزم. خیلی قشنگ و عالی. ببینین دوستان، یعنی ما با این کار اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم چند سانت دیگه از ساقه رو توی لیکاپون قرار دادیم و به مرور زمان بعد از دو سه ماهی که ما شروع میکنیم این گیاهمون رو آبیاری میکنیم، اولا که آب اصلا روی سطح ریخته شده لیکاپون نمیمونه و سریع شروع میکنه میاد پایین، از زهکشی خارج میشه. و دلیل دیگه، بعد از این دو ماه سه ماه اون قسمتی که لیکاپون ریخته شده، چون گیاه هوشمند هستش، میبینی که اون قسمت هم بالاخره داره بهش آب میرسه، شروع میکنه اون قسمت رو یه پوسته چوبی برای خودش، یه حفاظ برای خودش درست میکنه. یعنی ما عملا اینجوری بگم خدمتون، با این کار داریم ساقمون رو چوبی میکنیم. و شما سری بعد که دوباره میخواین تعویض گلدون رو انجام بدید، میبینین که ببینین دقیقا تا اون قسمت لیکاپونه حالا آماده است که دوباره اون رو توی خاک بذارید و گلدون رو بزرگترتون رو که بذارین، باز میایین این کار رو انجام میدین و چند سانت دیگه این ساقه رو دوباره توی لیکاپون قرار میدین و به مراتب خیلی راحت میتونین گیاهتون رو توی یه گلدون بذارین که میدونین مثلا اگه گلدونتون 50 سانت هستش ارتفاع، 30 سانت هم میتونین گیاهتون رو داخل گلدون قرار بدین. این یک نکته بسیار مهم در مورد استفاده لیکاپون هستش که ارزم به حضورتون من دوست داشتم که به عنوان یه شگرد کاری، یک فوت کوزه‌گری خدمت شما بگم. هرچند لیکاپون استفاده های دیگه هم داره که من الان خیلی مختصر و مفید میگم خدمتون، چنانچه دوست داشتین میتونم کلیپش رو هم براتون آماده بکنم. در مورد سایز، این سایز بین 3 تا 5 هستش که ما برای ارزم به حضورتون روی گلدونا استفاده میکنیم. به عنوان مثال ببینین الان همین گیاه رو هم اگر مثلا این رو شما در کنار مبلتون بذارین، وقتی که مثلا میهمانتون یا خودتون اصلا دارین نگاه میکنین، قیافه این خاکی مقدار اذیت کننده است. حالا گلدون خیلی خوشگل، گل هم خیلی خوشگل، ولی اون وسط این خاکی مقدار به نظر من کیفیت کار گلدونتون رو پایین میاره. برای همین ما میایم شروع میکنیم از لیکاپون استفاده میکنیم برای بحث تزئیناتی. در کنارش بجز بحث تزئیناتی لیکاپون، وقتی که آب میخواد تبخیر بشه بالا بیاد، این ریزدونه ها دوباره اجازه نمیدن که تبخیر سریع صورت بگیره. پس بنابراین حفظ رطوبت گلدونتون رو هم ارزم بزرگتون براتون انجام میده. دوستان اینجا انقدر گرم هستش، تاریخ رو من بگم خدمتون، الان 16 مرداد ما هستیم. اینجا هم که میدونین گلخونه ما در استان خوزستان هست و روزهای بسیار بسیار گرمی رو ما سپری میکنیم و وقتی هم که بخوایم برای شما کلیپ بگیریم، مجبوریم که فنهای گلخونمون رو خاموش بکنیم که صدامون خیلی رساتر و واضح‌تر بهتون برسه. دمای گلخونه الان 53 درجه هستش، یعنی این عرقی رو که دارین میبینین واقعا به عشق این هستش که من بتونم یه تجربه و
اطلاعاتی رو که توی گلخونه خودم کسب کردم رو خیلی خیلی مثلا عالی مفید در اختیار شما هم بذارم که شما هم واقعا از این تجارب من استفاده بکنید و به گل و گیاهتون توی خونه برسید و اونا واقعا به شما انرژی بدن. این خاصی من هستش که بتونم کاری رو برای شما انجام داده باشم و تجاربم رو در اختیارتون بذارم. خب امیدوارم که از این کلیپ خوشتون اومده باشه. فقط من یک سوال دیگر رو که چند وقت پیش یکی از دوستان از من پرسید در مورد لیکاپون، گفتن که ما همیشه کف گلدونامون شروع میکنیم لیکاپون میریزیم، آیا این کار اشکال داره یا اشکال نداره؟ ببینیم دوستان، از نظر من اگر زهکشی گلدون شما کاملا رعایت شده باشه هیچ اشکالی نداره، میتونین از لیکاپون استفاده بکنید، به این خاطر که این زهکشی باعث میشه که خیلی سریع آب توی گلدونتون خارج بشه و هیچ مشکلی رو ایجاد نکنه. اما نکته اینه اگر لیکاپون رو هم بریزید و مثلا کف این گلدون فکر کنید فقط یه سوراخ داشت، دقت میکنید فقط یه سوراخ داشت، خب ببینین شما میومدین سطح خاک رو به هم میزدید، میدیدید که اینجا خشکه پس بذار به گیاه هم آب بدم، غافل از اینی که لیکاپونی که آب رو بیشتر تو خودش نگه میداره اون زیر رطوبت رو داره و شما آبیاری مجدد انجام میدید و این باعث میشه که ریشه که اون پایین هست همیشه در معرض تماس با خیسی و آب باشه، ریشتون خراب بشه. امیدوارم اگر دوست داشتین من یک کلیپ دیگه در مورد این زهکشی براتون درست بکنم حتما کامنت بکنین و من در خدمتتون هستم. بیشتر از این نمیخوام تایم کلیپ زیاد بشه، مباحث بسیار مهم در مورد لیکاپون رو خدمتتون گفتم. اگر باز هم سوالی داشتید در خدمتتون هستم. تا یک کلیپ دیگه، بدرود.